زمین چشم تماشا شد، امام عسکری آمد. بهشت آرزوها شد، امام عسکری آمد. هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش، گل ایمان شکوفا شد، امام عسکری آمد. تجلی کرد در برق نگاهش هیبت حیدر، طلوع مهر زهرا شد، امام عسکری آمد. صدای پای او در کوچه باغ زندگی پیچید، حضورش عالم آرا شد، امام عسکری آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم و همه آنهایی که بیننده برنامه هستند، و خصوص شما هموطنان عزیزم. خدا کنه که جور و سعادتمند باشین و بیننده برنامه روشنا. میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را و همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم و انشالله که با قدوم حضورش صلح و صفا و آرامش در سر تا سر ممالک اسلامی انشالله که ایجاد شوم و همچنین شاهد ظهور فرزندش باشیم و با ظهور فرزندش زیبایی های ظهور را در دنیا شاهد باشیم. تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان بیننده با ما هستین با برنامه روشنا که مهمان خانه های شما عزیزان هستیم هر روز و شما میتونید که یک برنامه ریزی دقیق داشته باشین و بیننده برنامه باشین با موضوعات مختلف. و همچنین خوب است که از همین شروع برنامه بگویم که شما عزیزان هم میتونید با ما در ارتباط باشین، سوالهایتان را، پیشنهاد، انتقاد، صحبتی اگر با ما دارین حتما با ما در جریان قرار بدین و ما خوش میشیم و پذیرای سوالات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. نمبر واتساپی را عزیزان بیننده و همکاران ما زیرنویس میکنن و شما عزیزان بیننده حتما در خاطر دارین. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. کارشناس محترم برنامه مستری روانشناس هستن خانم حسینی. سلام و خوش آمدین به استودیوی برنامه روشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام را به پیشگاه آقا منجی عالم بشریت تبریک عرض میکنه، همچنین به شما و بینندگان ما انشاءالله که این روز پر از شادی و پر از امنیت را برای سالیان سال برای ما برمقام بیاره انشاءالله. الهی آمین. چه دعای خوب و زیبایی. تشکر از خانم حسینی. و اما موضوعی که امروز میخواییم با شما عزیزان گفتگو کنیم در رابطه با اختلال استرس پس از سانحه. این موضوع بسیار اهمیت داره، به خصوص در حال حاضر که بسیاری از هموطنان عزیز ما حادثه زلزله را شاهد بودن یا حوادث زیادی را که از قبیل جنگ، انتحاری، کشتار و از دست دادن عزیزان را شاهد بودن بسیاری از خانواده های ما. این موضوع بسیار اهمیت داره که انشالله که گفتگو میکنیم و شما عزیزان حتما بیننده برنامه باشین تا ای که آگاهی های لازمه نسبت به این موضوع پیدا کنن. خانم حسینی، ببینین بسیاری از خانواده های ما میگن که خب چی نیاز است که ما بفهمیم میگپاره، درست؟ حالا شاید در جمع خانواده خودشان، کودک، جوان یا در اطراف زندگیشان در محیط خانواده گسترده‌ای که دارن افرادی باشن که این قسم اختلالات داشته باشن، ولی خب میگن که این خلق و خویش است دیگه. بله. حالا چرا مثلا ما باید نسبت به این موضوع باید حساس باشیم؟ چرا باید توجه کنیم؟ چرا مثلا باید اینا رو ما درمان کنیم؟ خلقش اینم قسمی است دیگه. حالا اگر بدخوی است یا هرچی است خیر است دیگه، ما تعامل میکنیم و میگذرانیم. در حالی که این قسم گپ باعث میشه که عوارضی به دنبال داشته باشه، مشکلاتی را برای او و همه اطرافیانش ایجاد کنه. بچه خوب است که عزیزان بیننده ما نسبت به این موضوعات حساس باشن و آگاهی های لازم را حتما کسب کنن نسبت به گفتگوهایی که ما داریم. خب حالا خانم حسینی، در شروع برنامه میخواییم که از استرس پس از سانحه برای ما بگوین، یک تعریف داشته باشه نسبت به این موضوع. بله، گفته شما بسیار با
متانت شروع شد و ای که میخواستم عرض بکنم در تکمیل گفتهای شما که حتما هر انسانی ای را بر خود لازم و واجب بدانه که هر روز و هر لحظه دانش و آگاهی و مهارت خودش را افزایش بده و دقیق باشد در رفتارها و واکنشهای اطرافیان، خصوصا اولادهایشان، چرا که ما میخواییم اگر انسان سالم داشته باشیم، خانواده سالم داریم و جامعه سالم داریم و همین اطفال و همین انسان ها وارد جامعه میشه و یک جامعه دور از آسیب های اجتماعی و خانوادگی ایره میتونیم تربیت بکنیم و یک جامعه آباد داشته باشیم. و اما استرس پس از سانحه، همونطور که از نامش برمیاد، میتونیم بگیم که وقتی فردی در یک حادثه آسیبزا که میتونه یک اتفاق باشه مثل بلایای طبیعی، مثل زلزله که ما شاهد هستیم، هموطنان عزیز ما و کشورهای دیگه، و همچنین بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، طوفان میتونه باشه، تصادفات مرگبار و ای که خود فرد یا شاهد ای حادثه است و یا او حادثه را تجربه کرده، پس دو مورد بسیار تاکید میشه که یا فرد شاهد یک حادثه یا از دست دادن ناگهانی مرگ یکی از عزیزانش باشه، یا شاهد صحنه تصادف باشه، یا در یک بلایای طبیعی، آتش سوزی، سیل، زلزله که بازمانده او واقع است، و یا ای که خودش تجربه کرده، خودش در یک حادثه جان سالم به در برده و منتها او شاهده، هم شاهد بوده هم تجربه کرده. این میشه دچار اختلال استرس پس از سانحه. گاهی ما مواجه میشیم که میگن خب همو استرس است، میگیم نه، استرس یک چیزی است که ما تجربه میکنیم هر روز. او استراب و استرسی که ما یک امتحانی دارم، بچه ما خانه دیر میآیه نمیآیه، غذای ما نسوزه، خب یک چیزی طبیعی و آنیس میگذره. اما استرس پس از سانحه حتما یک ترومایی را تجربه میکنه، حتما یک حادثه و بلایایی را تجربه میکنه و این در ذهن و افکارش میمانه و یک سری علائم، نشانها و عوارضی داره که بسیار بسیار مهم است. طبق تحقیقاتی که انجام شده، استرس پس از سانحه نزدیک 80 تا 10% از مردم جهان به این اختلال و بیماری که بسیار بسیار مهم است مبتلا هستند. درسته. خب همه گرفتار میشن، یعنی فرق نمیکنه که خرد و بزرگ، کلان، لحاظ سنی، یعنی از لحاظ سنی هم اختلال برای کودکان و نوجوانان استرس پس از سانحه هست که یک سری علائم بسیار جدا داره که شاید شامل حال بزرگسال نشوه و هم بزرگسال میتونه تجربه بکنه، هم کودکان و نوجوانان. درست. و درصدی رو که طبق آمارها گرفته، زنها بیشتر دوچاری آسیب استرس پس از سانحه میشه در غیر از اتفاقات که طبیعی باشه. درست. تجربه میکنن ایره. خب مسلم است که بانوان عاطفی تر هستن، هیجانی تر هستن نسبت به اتفاقات و حوادثی که میفته. خب بیشتر از لحاظ روحی. بله. و ای که علائم و نشانه های ای چیست؟ گفتیم چون که بحث کودک و نوجوان، ما از کودک و نوجوان شروع میکنیم، ما بحث کلیش ایست که خود فرد اجتناب میکنه از او واقعه، یا او واقعه احساس میکنه که خب مثلا من میگم در یک تصادفی اعضایی از خانواده خودش از دست داده یا خودش تجربه کرده زنده برگشته، یعنی سلامتیشو به دست آورده. بله. و این تا آخر عمر در ذهنش این مروره که من هیچ وقت نباید مسافرت برم، هیچ وقت نباید من موتر یا هواپیما رو سوار شوم، هیچ وقت نباید من این بلایی رو که در همون حادثه مرتکب شده، یا مثلا در شهر هرات که زلزله شده، اگر شاهد این زلزله بوده یا بازمانده زلزله بوده، خب شاید نام هرات بشنو ترس برش داره و ای که من هیچ وقت این مکان سفر نمی کنم. بله. و گاهی ای که خود ذهن خاطرات مجدد او واقع را تکرار میکنه. گاهی یک اتفاق، یک حادثه برای شخصی میفته، خب او شخص بعد از من میگم یک سال، دو سال، یا بعد از مدتی او واقع را کم کم فراموش میکنه یا یادآوری نمیکنه. اما کسی که اختلال استرس پس از سانحه داره، ای افکار شبان و روز او را اذیت میکنه، شبان و روز درگیر، همیشه در فکرش هست. و ما اختلال استرس پس از سانحه را در افراد تجربه کردیم و دیدیم که اگر صدای یک انتحاری را بشنوه، حتی صدای یک ترکیدن یک بادکنک،
ترکیدن یک صدایی که هیجانی باشه، ای همون لحظه را با تمام وجود احساس میکنم. یک فردی را یکی از عزیزان نقل میکرد که دچار در یکی از جنگ ها جز جانبازان عزیز بود و ای یک بار که با یک از برادرش در خیابان سوار موتر بوده، صدای یک ترمز شدیده بله. که همون لحظه شنیده بود، ای دستای خود بسیار محکم قفل کرده بود و با تمام وجود او صحنه جنگ تصور میکرد. گفت جنگ شده، انتحاری شده و با خود میگفتن که فرار بکنی، بگریزیم که جنگ شده. در صورتی که جنگ اتفاق نیفتاده بود و ای تجدید ای خاطرات، مرور ای خاطرات شبانه روزی افراد را بسیار اذیت میکنن. خانم حسینی، ای که میگم که مثلا افراد مختلف به چه نحوی مثلا گرفتار این موضوع میشن، آیا خب گاهی وقتا بعضی از افراد هست که روحیه قوی دارن، بعضی ها هستن که روحیهشان ضعیف‌تر هست، این میتونه بستگی به روحیه افراد باشه؟ یعنی کسایی که روحیه ضعیف‌تر داشته باشن زودتر دچار میشن، یکی اونایی که روحیهشان قوی‌تر است خب کمتر گرفتار بله. میشن. بله، جزء عوامل ها را اینا میخوایم عرض بکنیم که بله. همیشه انسان ها متفاوت هستند، فرهنگ ها، نوع تربیت ها، نوع شخصیت ها متفاوت هست که ما با او برنامه زندگی خود چگونه رفتار بکنیم دوست. حتما تاثیرگذار هست. بله، خب ما یک وقفه آماده نشر است تقدیم عزیزان و بعد از او حتما با ما همراه باشین که در ادامه صحبت ها بسیاری از عوامل، علائم، نشانه ها و انشالله اگر بتانیم راه های درمان او را و پیشگیری از او را هم برای شما عزیزان بیان کنیم. با ما باشید. ای به حق مقتدا، ایها العسکری، ای به حق مقتدا، ایها العسکری، ای ولی خدا، ایها العسکری. شمع جمع همه، یوسف فاطمه، زاده مرتضی، ایها العسکری. روز میلاد تو پرزند یاد تو، روز میلاد تو پرزند یاد تو، دل سوی سامرا، ایها العسکری. تشکر میکنیم از همراهی همیشگی شما خانواده های عزیز، شما مادران و پدران عزیزی که همیشه در جمع خانواده پر از صفا و صمیمیت و مهر و محبتتان بیننده برنامه روشنا هستین. از همگیتان سپاسگزار هستیم و انشالله که تا آخرین لحظات همچنان باشین، یک برنامه ریزی دقیق هم داشته باشین که هر روز بیننده برنامه باشین. و میخوایم در ادامه صحبت با خواهر خوب ما خانم حسینی باشیم نسبت به موضوع اختلال استرس پس از سانحه.
نسبت به این موضوع گفتگوهایی داشتیم، بعضی از علائم را گفتن و در ادامه باز هم علائم و نشانه های از او را برای شما عزیزان بیان میکنیم. خب پس اولین نشانه و علائمی را که شما بیان کردن نسبت به این موضوع گفتین که خب یادآوری خاطرات هست که میتونه که بسیار اهمیت داشته باشه. فکر میکنن که هر حادثه‌ای که اتفاق میفته فکر میکنن که همون حادثه هست. حالا قبل از اینکه ما بیایم به علائم بپردازیم، یک سوالی که آیا همه در یک اتفاق بد گرفتار این اختلال میشه؟ بله. همگی؟ بله همگی. به خاطر همین میگیم با استرس متفاوت بود که ذکر کردیم، اختلال استرس پس از سانحه حتما یک اتفاقی رخ داده، حتما بلایای طبیعی اتفاق افتاده، حتما تصادف بوده، حتما مرگ ناگهانی یک عزیز مشاهده کرده یا برش خبر آوردن و حتما یا خودش او اتفاق تجربه کرده. بله. یا شاهد او اتفاق بوده. خودش ممکن اتفاق تجربه نکرده باشه، شاهد یک تصادف مرگبار در خیابان بوده، در سرک بوده، دیده که یک تصادف بسیار مرگبار صورت گرفته و عده جان باخته. میتونه طفل باشه یا انسان کلان باشه. خب او مدت ها این واقعه را در ذهنش تکرار میکنه و از او محیط گریزانه، حتی از مترها، حتی از او موقعیت ها. خب امکان داره که تأثیر پذیریش روی افراد مختلف باشه یا شدت او امکان داره که فرق داشته باشه روی انسان ها؟ شدتش فرق نداره. یعنی امکانش یعنی همه به یک اندازه دچار استرس میشن؟ استرس و استراب و اختلال استرس پس از سانحه اگر تشخیص داده شود. اگر یک استرابی باشه، یک ترسی باشه که موقتی باشه و این مدت زمانش حداقل یک ماه طول بکشه، این استرابش، این نگرانیش، این دل شوره داشتنش، این که او واقع را تصور بکنه که اتفاق میفته، این یک ماه حداقل همه علائم در کنار هم باید باشه. گاهی ما انگار همبودی داریم با اختلال استراب اجتماعی، اختلال استراب های دیگه که همزمان دل شوره هست، نگرانی هست، استرس هست، ترس هست. اما این اختلال استرس پس از سانحه گفتیم بسیار متفاوت با اختلال استراب های دیگه. خب من سوالم همین بود، ببینین استرس و استراب شما گفتین فرق میکنه. بله. با استرس پس از سانحه، چون یک اختلال است که میتونه دائمی روی فرد باشه. خب با استرس و استراب وقتی فرق میکنه، پس آیا همه افرادی که در یک حادثه مثلا زلزله شده؟ بله. کله افرادی که دو ماندن، حالا ماندن، بله بله، زنده ماندن، آیا کل اونا دچار اختلال شدن نمیاله؟ بله. گفتیم بازم که او سوال که شما مطرح کردین، گفتین خب. آیا بستگی به اشخاص داره؟ یک اشخاصی هست بسیار توانمنده، بسیار مهارت هیجان. بله. و کنترل. بله. روحی قوی داره، روحی قوی داره. شاید اتفاقات زیاد. بله. بوده، شاید برش زیاد اهمیت نداشته باشه، اهمیت نداشته باشه، یا بعد از مدتی این دوران خود به خود طی بکنه و بله. هیچ مسئله برش پیش نیاید. شاید موقتی است. بله موقتی باشه. اما کسی که دچاری اختلال استرس پس از سانحه شده، این دیگه ماندگاری داره و حتما تحت درمان باید قرار بگیره. چرا که او اختلال داره. اما کسی که این توانایی رو داره که این مسئله را برای خودش حل بکنه، که خب یک بلای طبیعی بوده، اتفاق افتاده، من میپذیرم و مقابله میکنم و این استراب خودش درمان میکنه، این فرق میکنه با کسی که این اختلال دچار شده و باید تحت درمان قرار بگیره. و به این امید که این هم خوب میشه، ما توصیه میکنیم نباید این کار صورت بگیره، چرا که این ادامه دار خواهد بود. درسته. خب علائم و نشانه ها رو بگویم. بله. خب بعد شما گفتین که با استرس و استراب فرق میکنه. بله. نه؟ خب بله. حالا پس بیایم بررسی کنیم که این چی نشانه ها و علائم داره که ما تفاوت های او را و شباهت های او را با استرس و استراب بتونیم تشخیص بدیم. بله. چون وقتی ما میگیم که استرس پس از سانحه، خب میگن همون استرس دیگه، همون استراب دیگه، حالا نگرانی زیادتر نشه، چون استرس استراب شما گفتین که قابل برطرف هست، میتونه که زودتر درمان شه، خود یک نفر هم میتونه او را درمان کنه، ولی استرس پس از سانحه را خود یک فرد نمیتونه که به راحتی او را درمان کنه. بله بله. و نشانهایش را در اطفال میخوایم بگیم، کابوس های وحشتناک
و ترسناک اطفال حتما در خوابشون در همه یک ماه دو ماهی که این تجربه را برش اتفاق افتاده یک بار از خواب بیدار میشن. وقتی میپرسی میگه گریه میکنه و جیغ میزنه که من این خواب دیدم که این اتفاق افتاده. این علائمه داریم میگیم درست است؟ خب پس در کودکان علائم کودکان و نوجوانان و بزرگسالان فرق میکنه. بله بزرگسالان که همون کلی که گفتیم متفاوت نیست با همه، بله. اما برای اطفال متفاوته، برای نوجوانان متفاوت. کودکان 6 تا 11 سال بسیار کابوس‌های ترسناک دارن، بله. بسیار گریه میکنن، بسیار پرخاشگر میشن، عصبی میشن، واکنششان با محیط با اون موقعیت بسیار آسیبزاست که ممکنه هم برای خودشون آسیب و خطر ایجاد بکنه هم برای دیگران ایجاد بکنه که میگیم اگر درمان نشه ممکنه رو به رفتارهای ناهنجار اجتماعی رو بیارن. اگر نوجوان باشه ممکنه به طرف اعتیاد رو بیارن، در طرف یک تیمی وارد شوه که کارهای بسیار آسیبزا و خطرناک رو برای خودشون و جامعه رقم میزنه. پس برای این اهمیتش باید بسیار توجه شود و این که اطفال 6 ساله ما شب ادراری داره هم باید دقت بکنه و این گاهی اشتباه نگیریم که خب اگر طفل ما شب ادراری داره حتما اختلال استرس پس از سانحه داره. خب ممکن این نباشه، بسیار شباهت داره علائم ها، پس این اختلال وجود داره برای اطفال که خوابای ترسناک و کابوس میبینه و شب ادراریشون بسیار زیاده. چرا که گاهی ما میگیم ترس و استرس وقتی برای طفل وارد میشه او را بسیار استرس میگیره که خب این ادرار داشته باشه که دفع بکنه، پس این هم جزء این اطفال میشه و این که خشونت و خشم بسیار اطفال ما پرخاشگر میشن، تند مزاج میشن، بله. و این را هم باید خانواده ها دقت بکنن و نشانه ها را که ذکر میکنیم میخوایم عوامل را هم بگیم که چی چیزی باعث میشه که یک طفل ما به قول شما که ممکنه عوامل طبیعی، خب زلزله اتفاق نیفتاده، سیل و طوفانی هم نبوده، تصادفی هم اتفاق نیفتاده، درسته؟ بله. اما نوجوان ما دچار کابوس های ترسناک، دچار پرخاشگری یا برعکس منزوی میشه، بله. گوشگیر میشه. گاهی میبینیم اطفال و نوجوانان ما احساس گناه و شرم داره که ممکنه برای بزرگسالان هم اتفاق بیفته به خاطر او عواملی که میخوایم ذکر بکنیم. دچار ندامت داره، دچار سرزنش میشه، عزت نفسشون بسیار افت میکنه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم خب هیچ عوامل طبیعی نبوده، حادثه تصادفی هم اتفاق نیفتاده، چرا طفل ما علائم و نشانه های استرس پس از سانحه را داره؟ پس میشه کودک آزاری، کودک آزاری جنسی که بسیار رواج پیدا کرده متاسفانه در جامعه، که سوء استفاده های جنسی از دختران و پسران ما میشه و این باعث اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان میشه، بله. که فقط شامل حال کودک و نوجوانان و گاهی زنان ما، گاهی زنان ما هم اگر مورد استفاده های جنسی قرار بگیرن دچار اختلال استرس پس از سانحه همیشه. این موضوع به خاطر حساسیت بودنش خب طفل و نوجوان ما این تجربه تلخ براش ممکنه در راه مکتب، در خیابان، در یک جایی اتفاق افتاده، خب احساس شرم داره، بله. احساس گناه داره، نمیتونه این را بیان بکنه، پس این نشانه ها بروز پیدا میکنه و حتما والدین ما که تاکید دارم او خانواده امن اگر باشه، او ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان باشه، بله. خب پدر و مادر آگاه اگر باشه ای تغییر رفتار اطفال و نوجوانان خود دقیق میشه که خب چرا طفل احساس شده؟ گناه داره، چرا احساس شرم داره، چرا استرابش بیش از حد شده، گاهی علائم و نشانه های جسمی بروز میکنه، سردرد میشه، معده درد میشه که در استراب های دیگه هم این نشانه ها وجود داره. میبینیم از لحاظ پزشکی تداوی میکنیم، میگه معدهش سالمه، مشکلی گوارشی نداره، سردرد نشانه های جسمی خدای نکرده نداره، بله. پس چیز خواهی حتما یک اختلالی را، بله. یک حادثه و آسیبی را تجربه کرده. بسیار خوب، بعد از یک میان برنامه و وقفه در ادامه صحبت با کارشناس محترم برنامه خواهیم بود.
زمین چشم تماشا شد، امام عسکری آمد، بهشت آرزوها شد، امام عسکری آمد. هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش، هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش، گل ایمان شگوفا شد، امام عسکری آمد. سروش هاتف غیبی بشارت داد هادی را، گره از کار دل وا شد، امام عسکری آمد. حسن خویش، حسن رویش، حسن بویش، حسن مویش، تمام حسن پیدا شد، امام عسکری آمد. چنان پیچیده در صبح ازل گلبوی لبخندش که عقل از شوق شیدا شد، امام عسکری آمد. صفا دارد سرور اهل دل در عالم معنا، بساط سور برپا شد، امام عسکری آمد. تجلی کرد در برق نگاهش هیبت حیدر، طلوع مهر زهرا شد، امام عسکری آمد. صدای پای او در کوچه باغ زندگی پیچید، حضورش عالم آرا شد، امام عسکری آمد. حضورش عالم آرا شد، امام عسکری آمد. خب تشکر میکنیم از حضور گرمتان با برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری با شما عزیزان هستیم. از خدای بزرگ برای همه شما عزیزان بهترین ها، خوشبختی ها و موفقیت ها را خواهان هستیم و انشالله که امروز بیننده برنامه بوده باشین. با موضوع اختلال استرس پس از سانحه با شما عزیزان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم حسینی که امروز در استودیو تشریف آوردن و صحبت‌های را ما با ایشان داشتیم. استرس پس از سانحه را تعریف کردیم و علائم و نشانه‌های او را بررسی می‌کنیم و انشالله اگر که خدای نکرده طفلی، کودکی، نوجوانی یا بعضی از اعضای خانواده دچار این استرس هستند، انشالله که متوجه شوند و بتانند رفع کنند او را و در صدد از این بیایند که بتانند درمان کنند، تا ای که مشکلاتی را که برای خود فرد و اعضای خانواده او ایجاد میشه برطرف شوند. در ادامه صحبت هستیم. خانم حسینی، نشانه ها و علائم را که شما بیان کردین باز هم علائم داره؟ بله بله. و بعد از یک علائم خاص را برای ما بگوین که مشترک نباشه، یک علائم خیلی خاص باشه که ما بگوییم که خوینمی یک علائم و علامت خاص اختلال استرس پس از سانحه هست. بله بله، علائم خاصیشه که متفاوت میکنه، همین که شخص یا کودک از او واقعا بسیار گریزان و ترسناک است و ای که اجتناب میکنه و ای که بسیار در ذهن خود او حادثه را مرور میکنه، تجدید خاطرات داره شبانه روز، میگه همین اتفاق تا آخر عمر برای من ممکنه بیفته و همین لحظه هم امکان داره که اتفاق برای من رخ بده، در صورت در استراب های دیگه این رقم نیست. و ای که خشونت های خانوادگی یکی از عوامل بسیار مهم در اختلال استرس پس از سانحه برای اطفال و نوجوانان ما هست. اگر کودکی مورد کودک آزاری قرار میگیره، منظور ما از مراقبان و کسانی که سرپرستی اطفال و نوجوانان ما رو دارن، ممکنه پدر و مادرها باشه یا نزدیکانشون باشه، بله، که خشونت رفتار بکنه. هم میتونه خشونت کلامی باشه که بسیار تاثیرگذار، باعث کمبود عزت نفس، باعث اضطراب و نگرانی و افسردگی که گاهی کسی که دچار اختلال استرس پس از سانحه هست اگر درمان و هم همزمان اختلال افسردگی رو دچار میشه، اختلال استراب دچار میشه. بله. و یکی اطفال مورد
کتک قرار میگیره، یعنی لتو کوب میشه از لحاظ جسمی. این تجربه هم میتونه او اختلال استرس پس از سانحه را برای اطفال ما یادآوری بکنه و همچنین برای زنان هم جز این اختلال های بسیار شایع در این مورد هست. یعنی وقتی که رفتار نرمال نداشته باشن مورد اذیت و آزار قرار میگیرن؟ گاهی ما این خشونت خانوادگی را ما داریم که خود یونیسف داره اقدامات انجام میده، خصوصا برای کشور ما که شاید من میگم نمیدارم جز فرهنگ گفتم میشه یا جز یک شیوه فرزند پروری است که والدین اعتقاد داره که من اگر طفل خود مورد آزار جسمی قرار بدم ادب میشه، سربراه میشه یا یک نوع تنبیه در نظر میگیره و آزار جسمی برای اطفال ما وارد میکنه و گاهی ممکنه والدین ما خودشان دچار یک اختلال باشه، مثل افسرده خویی داشته باشه، مثل خشونت خودشان داشته باشه که یک طفل مورد آزار قرار بده که ما بسیار با این افراد مواجه میشیم که اطفال ما دچار خشونت خانوادگی و ضرب و شتم قرار میگیره که این باعث استراب و این اختلال استرس پس از سانحه میشه و یک از نشانه ها برای اطفال و نوجوانان ما این ترس از جدایی دارن، بسیار نگران هستن که نزد زیکان خودشون رو از دست بده، ترس از مردن داره و واقعی مردن رو همیشه برای خودشون تصور میکنه. اگر از اطفالی که دچاری اختلال باشه حتما یک از نزدیکانشون فوت داشته یا ناگهانی برشون گفته شده یا مرگ غیر منتظره ای داشته، پدر و مادر یا نزدیکانشون بسیار جور و صحتمند بوده، در خانه جلوی چشم اطفال ما جان خودشون رو از دست میده و این اختلال برای اطفال ما ایجاد میکنه که تک تک اعضای خانواده ما ممکنه بمیره و ما هم حتما میمیرم. بله، این استرس در وجودشان باقی میمانه. در وجودشان باقی میمانه. میشه همون اختلال استرس پس از سانحه. و ممکنه گاهی اگر یک تلفنی زده شود، زنگ خانه به صدا دار بیان، باز هم اطفال دچار نگرانی و استراب هستن که حتما میخواین برای ما یک خبر ناگواری را بیارن. حتما کسی هست یا گفتیم اگر او عدم امنیت باشه که خشونت خانوادگی برش اتفاق افتاده باشه، یک از نزدیکانش باشه، میگه حتما آمده که مرا مورد آزار قرار بده. خب بازم علائم هست خانم حسینی یا بریمی که ببینیم که چه زمان طول میکشه، مدت زمانش چقدر هست؟ آیا پیشگیری داره نداره؟ بله، خب پیشگیری که اگر اتفاقهای طبیعی باشه، خب دست ما نیست که اتفاقا مثل سیل زلزله ممکنه اتفاق بیفته، تصادفا ممکنه برای هر انسانی بالاخره رخ بده یا تا آخر عمر هم هیچ اتفاقی نیفته. اما اگر شیوه های فرزند پروری درست داشته باشیم، حداقل اطفال ما از درون تخریب نشوند، از درون مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، بعد امنیت روانی و جسمی اطفال خود در نظر بگیریم، همو خانواده سالمی که عرض میکنیم که به تمام نیازهای روحی و جسمی اعضای خانواده توجه شود، خب این میشه یک از روشهای پیشگیری. و اینکه اگر ما مهارت های زندگی را بلد باشیم، بله، مهارت حل مسئله، مهارت کنترل خشم، مهارت بحران، که اتفاق ناگواری اگر برای ما و اعضای خانواده ما اتفاق بیفته واکنش ما چی میتونه باشه؟ آیا من میتونم مقابله بکنم؟ مقابله با استرس ها را خودمان آموزش ببینیم و به اطفال و اعضای خانواده خود آموزش بدیم و ای که عزت نفس داشته باشیم، همون که میگیم اطفال و اعضای خانواده خود عزیز و محترم بدانیم، عشق بورزیم و امنیت و آرامش روانی او را فراهم بکنیم که اطفال ما اگر مورد آزار جنسی و مورد آزار جسمی قرار بگیره، خب ذکر بکنه برای والدین و نزدیکان خودشان، بله، که یک اتفاق برای ما افتاده. گاهی والدین ما هیچ آگاهی ندارن، اطفال ما تا آخر عمر شاید با یک آزار جنسی اگر در مسیر قرار بگیره
تا آخر عمری اختلال استرس پس از سانحه را داشته باشه به خاطر شرمش، به خاطر احساس گناهش گفتگو نمیتونه. پس این صمیمیت، این که اطفال و نوجوانان ما من میگم گزارش روزانه خود برای نزدیکانشون بدن هیچ مورد نداره و بسیار هم باید مورد تشویق قرار بگیره. امروز در راه مکتب چه اتفاقی برای تو افتاد؟ چه چیزی جالبی دیدی؟ همیشه ما نمیخوایم که بدی های جامعه را نقل بکنیم. چه زمان طول میکشه؟ 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، میخوایم یکم راه درمانم بگویم. یک ماه تا دو ماه اگر همه عوامل باشه این اختلال استرس پس از سانحه هست، امکان داره که دوباره اوت کنه؟ بله اوت میکنه و همچنان این اختلال وجود داره و گاهی علائمش هم بیشتر میشه و نشانه هاش. و ای که تشخیصش گفتیم اگر این عوامل و نشانه ها رو داشت والدین و نزدیکان مشکوک شوه و توسط متخصص روانشناس و روان درمانگر حتما بررسی شود در طی چندین جلسه که ما از 8 جلسه تا 12 جلسه حتی ممکنه یک سال طول بکشه بستگی بر نوع او خود خانواده داره. و ای که دارو درمانگاهی اختلال استرس پس از سانحه بسیار گسترده است، بسیار استرابش بیش از حد است و گاهی رفتار درمانی نمیتونه به تنهایی درمانش بکنه. همزمان به روان پزشک ارجاع داده میشه و داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد استراب با تشخیص روان پزشک تزویج میشه و به موقع اگر او داروها را مصرف بکنه همراه با روان درمانی، همراه با گروه درمانی، گاهی عده از اطفال یا انسانهایی که همگی دچار اختلال استرس پس از سانحه است در یک مکان توسط متخصص خودش تحت درمان قرار میگیره. چرا که میخوایم به او طرف بگیم که تنها شما دچار اختلال نیستی، بلکه مشابه شما هم وجود داره و از این طریق میتونیم درمان خود پیش ببریم انشاءالله که اتفاقها و حوادثها هم کمتر شوه و نگاه ما هم یک نگاه هوشیارانه باشه. بله انشاءالله. بله وقتی که حوادث کمتر باشه، اتفاقات کمتر باشه، مسلمان ما این استرس ها را هم کمتر داریم. ولی خب نمیتونیم بگوییم که کاملا رفع میشه و وجود نمیداشته باشه در جامعه و زندگی ما. خب هست، زندگی هست با اتفاقات. ما باید کوشش کنیم که مهارت های زندگی و بسیاری از آگاهی های لازمه به بیننده های عزیز، به خانواده ها، پدر و مادرها، به فرزندان خودشان بتن تا که انشالله شاهد این قسم اختلال ها نباشیم. انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه خانم حسینی و همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین برنامه روشنارا. سپاسگزار هستیم و خوشبختی و موفقیت برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستم. خوشبخت و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.